اگه شما میخواید یاد بگیرید چطوری چای سبز دم کنید که تلخ نشه و خیلی خوشمزه باشه، در ادامه این ویدیو همراه ما باشید. این چای برای اولین بار در چین باستان کشف شد و مورد استفاده قرار گرفت. از اون سال تا الان خیلی از مردم تو سراسر دنیا روزانه از این چای استفاده میکنن، برای اینکه فواید بسیار زیاد داره که انشاءالله تو یک ویدیو مجزا براتون در مورد فواید و خواص چای سبز حتما صحبت میکنیم و بهتون. و نکته جالب در مورد چای سبز این استش که هم چای سبز هم چای سیاه هر دوتا از یک گیاه هستن به اسم کامیلیا سینوسیس، اسم انگلیسیش از کامیلیا سینوسیس، که حالا چای سیاه رو یک فراوری روش انجام میدن و میشه چای سیاه، و چای سبز رو یک لول قبل از اون پروسه‌ای که انجام میدن خشک کردنش رو زودتر شروع میکنن و میشه چای سبز، که انشاءالله اینم تو همون ویدیویی که میخوایم در مورد چای سبز اختصاص صحبت بکنیم کامل بهتون شرح میدیم که چطوری هست. یکی از اصلی ترین نکته هایی که در مورد چای سبز هست اینه که هیچ وقت دنبال جنس ارزون نرید که کیفیت پایین تری داشته باشه. در نتیجه ما بهتون چای سبزایی که خودمون داریم و بهتون معرفی میکنیم که 100% مطمئنیم از کیفیتش و حتی زمانت بازگشت وجه هم داره، همونجور که اصلا میدونید تمام محصولات ما، یعنی حتی جنس رو بگیرید استفاده کنید و از کیفیتش ازاید نشته باشید میتونید راحت با ما برگردونید و پولتون رو پس بگیرید. اما جدا از این چای سبز رو پس سعی کنید یه چای سبز با کیفیت استفاده بکنید. و نکته دوم در مورد آبی است که استفاده میکنید. ببینید آب جوش رو نباید مستقیم وارد چای سبزتون بکنید، باید حداقل 2 دقیقه زمان بدید تا آب سرد بشه. ما الان آبمون جوش اومده، این گوشه گذاشتیم تا 2 دقیقهش بشه و باهاتون صحبت کنیم در موردش. این و اینکه میتونید از دمنوش‌های دیگه هم استفاده بکنید. من یکی از دمنوش‌های خوشمزه‌ای که همیشه استفاده میکنم توی همه چی دمنوش چای به هست، که اونم تازه میتونید از سایتمون تهیه کنید. کاش بستش اینجا داشتم بهتون نشون میدادم، که الان ما استفاده میکنم بهتون نشون میدیم. بریم تا این 2 دقیقهش بشه. خب ما برگشتیم. ما چه عطسی دارم با اینکه خیلی وقت اینجاست. خب به ازای هر نفر یک قاشق چای خوری نصف چای سبز میریزیم و بعد از اون من میخوام البته چای ترش هم میتونید بهش اضافه کنید، خیلی خوشمزه میشه. این حتما امتحان کنید با چای ترش، ولی من الان نمیخوام استفاده کنم، فقط از چای به استفاده میکنم. یک قاشق هم چای به رو میریزم، مطمئنم عالی میشه. خب الان آبمون 2 دقیقهش بکنم شد دیگه، انشالله که شده. حالا میایم آب میریزیم، آب فقط آروم بریزید که شک وارد نشه به چایتون. 2 دقیقه بیشتر نباید بذارید بمونه، چون بیشتر از 2 دقیقه چایتون رو تلخ میکنه و این نکته خیلی مهمی هستش. دوباره ما تایم میگیریم اینجا که 2 دقیقه اون بشه. تقریبا 2 دقیقه اون داره میشه. فقط قبل از هر چیز اینه یه دونه هم میزنیم که اثرش کامل بگیره به کار درش دیگه. مطمئنم 2 دقیقه اون تموم شده. من دقیقا سر 2 دقیقه برداشتم اینو. فنجون رو میذاریم، یه فوت کوزی گریم. میده که چای سبز چربی سوزی خیلی عالی داره، یعنی خیلی کسایی که میخوان لاغر بشن یعنی به مدت چند ماه هر روز چای سبز میخورن، چون هم کافئین داره چای سبز هم چربی سوزی بالایی داره مثل قهوه. خب چای سبز هم الان آماده است، میخواد دیگه وای میسیم خنک بشه. امیدوارم که از این آموزشمون لذت برده باشه و چیز جدید تونسته باشیم به شما آموزش داده باشیم.
و برای تهیه چای سبز ارگانیک هم میتونید از توی همین لینکی که این پایین هست استفاده کنید و برید تهیه کنید، هم از طریق پیج اینستاگرام میتونید ثبت سفارش انجام بدید. همتون میدید ما 3 تا پیج اینستاگرام داریم که اسمش همه شبیه همه مای کیوت بینز، حالا یه دونش دات آی آر داره، یه دونه وسطش دات داره که اینجا میاد دقیقا این گوشه انشالله. ما رو به اشتراک بذارید با دوستاتون، ما رو لایک کنید، برای اون کامنت بذارید، اگه ای بی ایراد چیزی داریم حتما به ما بگید و منتظر شنیدن نقطه نظرات شما هستیم. موفق.